داری به کسی کمک میکنی که حق تو ازت گرفت؟ زنم و من اصلا نمیخوام به کسی کمک کنم، ولی من یه چیزی رو واضح میدونم که شما توی این ماجرا خرم و دارین الکی درگیرش میکنی. این یه سوء تفاهمه، بقیهش رو خودتون میدونین و عروستون. بریم مامان. سمین، حمزه به هم اعتماد کنی؟ این دروغ میگه، این دوست پسر داشت. بس کنید مامان، بس کنید. انقدر از حال متنفرین که هرچی دلتون میخواد دربارش میگین. من میتونم قسم بخورم. خفش و شهناز، رسول اینو خفش کن. الان قسم دروغین میخور و یه بلا اینجا نازل میشه. من بهتون دروغ نمیگم امه. من دست روی قرآن بیزارم که خورم عاشق این دختره بود، یا امین قسم بخوره که اون رو نمیشناسه. من قرآنو میارم. مامان، تو مانعش نشو، بذارین ماجرا امروز تموم بشه. خب شهناز، تو دست روی قرآن میذاری و قسم میخوری هر چی که میگی درسته؟ آره. شما چتون شده؟ شما قرآن خدا رو چی فرض کردین؟ من درست شنیده بودم، تو دنیا راحت ترین کار قسم خوردنه، و شما برای حرفای بیهوده و بی سر و ته چطور میتونین قرآن خدا رو زیر سوال ببرین؟ کوتاه بیا شهناز، کسی که قسم دروغین روی قرآن بخوره بلای آسمونی نازل میشه، و من هرگز نمیخوام که تو خونه من بلایی نازل بشه. وقتی راه دیگه ای نباشه پس این درست‌ترین راه به نظر میرسه مامان. توی دادگاه هم دست روی قرآن میذارن و قسم میخورن عمه. آره، اونی که دروغ بگه اونجا هم دروغ میگه. مامان بزرگ راست میگه. برای معلومات بیشترتون مامان، توی دادگاه همه غریبه هستن، کسی به کسی اعتماد نداره، اما من به حال اعتماد دارم. حاله، من کاملا به اعتماد دارم، اما برای راحت شدن خیال اینا لطفا یه بار بگو که تو این پسر رو نمیشناسی. منم به حاله هیچ شکی ندارم، حاله من هیچ وقت دروغ نمیگه، این که اون پسر رو هیچ وقت تا به حال ندیده. من راستش، حاله لطفا بگو. نه، من اونو نمیشناسم. من هیچ تهمتی رو قبول ندارم، حالا همچین اشتباهی نمی کنه. من به حال اعتماد کامل دارم، اون نمیتونه به من خیانت کنه. تهمت؟ تهمت نیست پسرم. تو برای بدکاره بودن این ازم مدرک میخواستی نه؟ اون روز مدرک نداشتم، اما ببین خدا چقدر منصف هستش که اون مدرک با پای خودش خونم اومده. حمزه، رسول این همون پسر است، این حاله رو میشناسه، حتی اینجا اومده بود، روی همین مبل نشسته بود، روی همین مبل حاله رو از من خواستگاری کرده بود. رسول، من دارم راست میگم. بس کن دیگه حاله، قد گریه کردی خودتو، ببین به چه حالی انداختی دیگه. الان همه چی واضح شده، تمومش کن. گوش کن چی میگم، من فقط به تو اعتماد دارم همین، هر چیزی که پیش بیاد. در ضمن واسه کاری که مامان کرد عذر میخوام،
اینجوری با گریه کردن خودتو مریض میکنی دختر. خب من مریضم دیگه. واسه همین میگم دیگه. بیا یه خورده دراز بکش. نه نه، تو الان فقط دستمو ول کن. دستتو؟ لطفاً دستمو ول کن. میخوام تنها باشم. منو تنها بذار. ببین حاله، برای کاری که مامان کرد من نمیتونم توضیحی بدم، اما میتونم من توضیحی هم نمیخوام. من فقط میخوام تنها باشم. تو منو تنها بذار. دارم بهت میگم که من میتونم. باشه اگه تو نمیری من خودم میرم. حاله. نه نه حاله، من میرم. حاله چرا گوش نمیکنی؟ نه دارم باهات حرف میزنم آخه. امروز تو همه رو تحقیر کردی و خودت هم تحقیر کردی، هیچی کم نذاشتی والا. نه نه رسول، شما به من اعتماد کنید، من راست میگم. اون پسر اومده بود روی همین مبل نشسته بود. روی همین مبل؟ قبلا گفتی که روی اون مبل نشسته بود، مگه نه رومی؟ آره همینجا نشسته بود. من میخوام بگم اون میخواست با حاله ازدواج کنه، منم گفتم تو چطور میتونی با حاله ازدواج کنی؟ اون داره با حمزه ازدواج میکنه. تو اینو بهش گفتی؟ تو گفتی که حال قراره با حمزه ازدواج کنه؟ آره. رومی دیگه واقعا عقلشو از دست داده رفته. من کاملا مطمئن شدم، یعنی حرفی که حتی تو ذهن کسی نرسید این به عقلش رسیده و اونو به زبون آورده و اعلامش کرده. شما راست میگین بابا. مامان مگه همیشه نمیخواستین حمزه و سمین با هم ازدواج کنن؟ داداشو حاله که خیلی یه هایی بیخبر ازدواج کرده. نه من این حرف رو اون روز برای دست به سر کردن پسره گفته بودم. شهناز، اگه کسی روی شاهرگ چاقو هم بذاره تو بازم نمیتونی اسم حاله رو کنار اسمت پسرت بیاری؟ نه خب یه هایی از دهنم در رفت دیگه. این اصلا جمله نیست که از دهنت در بره، اصلا این ممکن نیست. محض رضای خدا این رو ببر بهش قرص خواب بده، این دیگه برای هیچکی حساب نذاشته. نه نه رسول، حرف منو بشنو. من همه ی ماجرا رو از اول برات تعریف میکنم، کلمه به کلمه برات تعریف میکنم، اون وقت باورت میشه. محض رضای خدا. نه رسول، بخیال رسول بلکن. حرف به حرفم گوش بده. در واقع بخیال چین دیگه. رومی اون اومده بود اینجا، اینجا نشسته بود، من اونجا نشسته بودم. مامان چرا به حرفم گوش نمیدی؟ کافیه، هیچکی اینجا نیست و بابام پشت رفت دیگه. این روشتون جواب نمیده، باید به یه چیز جدید فکر کنید، چون هیچ کس حرفتون رو باور نمیکنه. برای امروز کافیه. تو هم فکر میکنی من دارم دروغ میگم؟ بگو. رومی دارم بهت میگم، اون پسر اینجا اومده بود روی همین مبل نشسته بود، روی همین مبل، منم روی اون مبل نشسته بودم. من باهاش حرف زدم، اون شروع به التماس کرد که با حاله میخواد ازدواج کنه، اما معلومه که ازدواج با حاله رو. مامان لطفا. من دروغ گفتم. خب
خانومم، من دروغ گفتم خدایا، منو ببخش، منو ببخش خدایا، منو ببخش. من هیچ چاره دیگه ای نداشتم خدایا، خب من چی کار میکردم؟ اگه واقعیت رو میگفتم همه چی تموم میشد، همه چی از دست میدادم، خونه زندگیمو، حمزه رو، سمینو، خدایا تو بگو من چی کار میکردم، تو بگو منو ببخش، منو ببخش. این که دروغ مصلحتی بود، شما که میدونین، شما همه چی رو میدونین، شما همه چی رو میدونین. خدایا به من کمک کن لطفا، خدایا به من کمک کن لطفا، دیگه نمیخوام دروغ بگم، نمیخوام دروغ بگم، نمیخوام بگم، منو ببخش خدا، منو ببخش خدایا، منو ببخش خدایا، منو ببخش، منو ببخش، من دیگه نمیخوام دروغ بگم، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش، لطفا منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش، خدایا जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ अंदर ज़िंदा इश्क़ है पार्टों गुलाम है सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जा لطفاً، لطفاً دستم رو ول کن، میخوام تنها باشم، منو تنها بذار. حمزه، من دروغ نمی گفتم، یه روز میاد و بهت ثابت میشه که من دروغ نمی گفتم، اون روز تو پشیمون میشی. لطفاً مامان، لطفاً. تو هم مثل بقیه فکر میکنی من دیوونه شدم؟ دیوونه و روانی؟ حمزه، به من حق بدیم مامان که فکر کنم این چیزی که میگین واقعیه. متاسفم، بذارین باورش کنم، چون اگه قبول کنم که عقل و حواستون سر جاشه، اون وقت نمیدونم چطور میتونم با زندگیم کنار بیام. که آدم چقدر میتونه از کسی متنفر باشه و همچین کاری انجام بده مامان؟ نه اونم مامان خودم، من با این سوء تفاهم میتونم زنده بمونم مامان، که شما هوش و حواستون سر جاش نیست، شما هر چیزی فکر کنید و هر داستانی میتونین بسازین به عنوان یه فرزند، این برای من راحته، وگرنه کاری که با حاله کردین فچلای اون آدم غریبه تغییرش کردین، نمیتونم باورش کنم، نمیتونم بگذارم.
من راست میگم و ببین زبان بهت ثابت میکنه که من راست میگفتم. کافیه ماما. حاله؟ نه من نمیشناسم، من نمیشناسمش. من میدونم. چیو؟ تو چیو میدونی؟ اینکه تو هیچ کس رو نمیشناسی حاله. تو منو میشناسی. تو فقط منو میشناسی حاله. مطمئن. وقتی خودتون گفتین هیچ نسبتی با شما نداره، بس به شما ربطی نداره که کجا میخواد بره. اگه همسر من نمیتونه اینجا بمونه، پس منم نمیتونم بمونم. اگه خواستیم بریم، هر دومون با هم میریم. با من حرف بزن، به من نگاه کن. حاله، حمزه پشتته. تو فقط به من فکر کن، همینو بس. دارم از تو میپرسم حاله، منو میشناسی یا نه؟ بس دیگه لازم نیست نگران چیزی باشی. تصویر من میں بس یار کی تسبیح پڑی تیرے پیار کی. دل یہ میرا تیرے دل سے جا ملا ہے، رب سے جس کو مانگا تو وہ سلا ہے. تقدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے، جام محبت زہر عاشقی ہے. پوچھو نہ ہم ستائے ہوئے ہیں. بیا بشین، باید بشینیم و حرف بزنیم.
راستش توی همون نگاه اول ازت متنفر شده بودم. یه تنفر شدید و به مرور زمان این تنفر زیادترم شد. توی نگاه اول الان دیگه فکر میکنم به نظر میرسه جلوی تنفرم و هیچی نمیتونه بگیره. یا میکشم یا میمیرم دیگه. نه راست میگم. دلیلش اون دیگه زیادی مفصله. فقط اینو بدون تو الان توی دهانه ی آتش فشان تنفر نشستی که هر لحظه ای ممکنه تو رو خاکسترت کنه. بدی رو با بدی جواب نمیدن زنمو، همه یه روزی تاوان پس میدن و معمولا کسایی که بیشتر بدی میکنن بیشترم تاوان پس میدن. تو داری منو تهدید میکنی؟ فقط میگم. وقتی خدا رو خطای کسی پرده میندازه، پس هیچ قدرتی توی دنیا نمیتونه اون پرده رو کنار بزنه زنم. خدا رو این وسط نیار. خدا عیب مظلومین رو میپوشونه اما تو؟ من شکستم و قبول نمی کنم. اینو یادت باشه. شما بشینین، من میرم مامانو صدا بزنم. مامان سلام علیکم خاله. علیکم سلام پسرم، بفرما بشین. چطوری؟ من خوبم. دیروز هر اتفاقی افتاد من شرمنده تونم. نمیدونم زنم و یسمین چه شده بود. پسرم تو چرا هر دفعه ابراز شرمندگی میکنی؟ در واقع ما باید شرمندت باشیم. میدونین مامان زنمو برای بی‌حرمتی چیزی کم نذاشته بود. ایشون به سختی راضی شدن بیان خونمو. سمین من که نگران خاله و عمو شدم. وگرنه من خیلی کینه‌ای هستم. به این راحتی‌ها کسی رو نمیبخشم. آدم فقیر فقط یه عزت نفس داره. خدا رو شکر که تو حرف منو زمین ننداختی. اگه تو نمی اومدی پس منو جلیل خونتون می اومدیم و ازت عذرخواهی میکردی. نه خیر خاله، مگه مادرم از بچهش عذرخواهی میکنه؟ شما فقط دستور بدی. دلت برای بدبختی من میسوزه. این روزا مردم اینه دیوونه ها پول خرج میکنه. بکن که من آدری باشه. خب معلومه که دارم. پس بگو که به جز من چیز دیگه اینه. یعنی به خدا بگم من هیچی نمیخوام. اگه اون اجابت کنه واقعا هیچی نمی. من الان غیر از تو خیلی چیزا میخوام. راستش حال زنم و یسمین چطوره؟ منظورم اینه دیروز حال خوبی نداشت. اون اکثرا همین حال روزه داره. پس باید اونو ببرین و حتما درمان کنین. منظورم اینه بیماری‌های اینطوری خیلی خطرناکن، باید حتما درمان بشن. در کنار این که به خودشون آسیب میرسونن میتونن به بقیه هم آسیب بزنن. من یه دکتر خیلی خوب میشناسم، البته اگه نیاز داشته باشین.
دوتاشون انکار کردن که همدیگر رو میشناسن. از کجا معلوم شهناز؟ اون واقعا این پسر نباشه، همونی که باهاش در ارتباط بوده. اسمشونم شبیه همه، نه؟ شاید همشون راست میگن. من واقعا توهم زدم؟ نکنه من حالت ذهنی و روانیم به هم ریخته؟ آره اینم ممکنه. کسی که حالت ذهنی آشفته و عصبی داشته باشه هر اتفاقی براش ممکنه. آره نه این ممکن نیست. من این یه زن قویم. من یادمه، من کاملا یادمه که این همون پسر خرم بود. من همه چی یادمه، عقل من کاملا درست کار میکنه. اما اینو چطور میخوای اثبات کنی شهناز؟ تو الان توی دهانه ی آتش فشان تنفر نشستی که هر لحظه ای ممکنه تو رو خاکسترت کنه. دختر حواست کجاست؟ ممکن بود بیافتی؟ نمیخوای ازم تشکر کنی؟ تشکر برای چی؟ برای چی؟ همین که تو رو از سنگسار شدن نجات دادم. نجات دادم نه؟ فکر کن که اگه من جلوی همه میگفتم که تو رو میشناسم، و این همون دختره که از عشق من دیوونه بود، حتی با فکر عصبانی شدنم نفسش بند میومد، و همونی که بهم التماس میکرد خورم لطفاً مامان تو خواستگاری من بفرسته. بگو اون وقت چی میشد؟ پدر شوهرت از موهات میگرفت و از خونه مینداختت بیرون، و اون شوهر عاشق پیشت اون دیگه لازم نبود خیلی معطل کنه. فقط سه کلمه میگفت. و تمام. آخه اون خیلی بهت اعتماد داره، و وقتی اعتماد از بین میره حاله، پس نسبت ها خیلی زود تموم میشن. خورم ببین این حرفا رو نزن، اون حرفای گذشته بود. من از نادونی و جهالتم بود. من الان دیگه توی مسیر دیگه قدم گذاشتم. تو هم داری با سمین وارد یه مسیر میشی. آره من این کارو میکنم، وارد این مسیر میشم. اما تو رو به عقب حال میدم، اون قدر عقب که حتی انسانم وجود نداشته. نه. چرا نه؟ ها؟ من تصمیم خودم رو گرفتم حاله. هر اتفاقی که برای من افتاد الان برای تو میفته. هر چیو که من گذروندم تو هم باید بگذرونی. دربدری، ناامیدی، گرسنگی، بیا بروی و مرگ. همونطور که من مامانمو از دست دادم،
اگه همونطور تو بچه تو مرده ببینی عالی میشه. دیروز باید اتفاق میافتاد اگه من واقعیت رو میگفتم. با یه ضربه از این دنیا محو میشدی. اما نه، میدونی حاله، میخوام رو شهرگت پا بذارم و با لذت درد کشیدن تو ببینم. از این به بعد دیگه هیچ وقت دروغ نمیگم. اونو دور کن. صوفیه تو فکر میکنی ما در این مورد باید یکم تحقیق کنیم؟ موضوعی که زنده در شهناز سیروس داشت میگفت. دارم فکر میکنم که خودم در موردش یکم تحقیق کنم. من دارم این گذشتش چیه؟ از من کی هست؟ از کجا اومده؟ اسم اون دختر شفقه که هم دوست حال است و هم فامیل خوردمه. من دارم میبینم که دوستم چطوری یهو تبدیل شده به دشمن. که تو اینقدر خوشگل میشه، یا هم شاید این تأثیرات عشقه که الان نسبت به هم زده. جذابترین سریال های ترکی را با دوبله فارسی در تلویزیون دی دی تی وی تماشا کنید.